تحت نظر مستقیم دکتر موسی هیکلی، مجهز به آزمایشگاه، عکس برداری، اولتراساوند، سی تی اسکن، اوپن امارای، نوار مغزی، آزمایش عصب و آزمایش تست کرونا. با همکاری تیم پزشکان با تجربه، با قبول اکثر بیمه های درمانی و تصادفات، پرسونال اینجری، ورکرز کامپ. ضمناً برای بیمارانی که بیمه ندارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. قیمت استثنایی به مناسبت فصل تابستان، امارای، انی پارت، $250. تلفن تماس 818-708-6163. لطفاً برای تعیین وقت قبلی با خانم مهتاب تماس حاصل فرمایید. مراکز رادیولوژی سینا. با درود و سپاس فراوان به شما بینندگان ارجمند، با تشکر از خانم پوری هوشیارنژاد و آقای همایون هوشیارنژاد و با تشکر از خانم مریم که برنامه های ما را هدایت میکنن به خوبی و برنامه ما را مزد شما میفرستن. شما تلفن آلبرت اینشتین فدریشن هست 310-927-0526 و من متشکرم از استقبال فراوانی که شما عزیزان بینندگان عزیز از برنامه ما کردن و امیدوارم همیشه خبرها شاد و خوش باشه برای همه ماها. متاسفانه برادر عزیز من جناب ابراهیم نورانی که خیلی از یهودیان به خصوص ایشون رو میشناختن از ایران و از آمریکا، مدیر مدارس باغ سبا بودن و همچنین دبیر، در واقع مدرس بودن از نظر اینکه تاریخ قوم یهود، تورات درس میدادن و همچنین ربای کنیسا بودن در ایران، ربای کنیسای حکیم، کنیسای کهن و کنیسای یوسف آباد. و وقتی که به لس آنجلس تشریف آوردن، ربای کنیسای ویلبر و بعد ربای کنیسای اور امونا و به هر حال در کنیسای کهن در لس آنجلس هم سمت ربایی داشتن. ولی متاسفانه در 7 اکتبر که روز شنبه شبات بود، ساعت 7:30 صبح، ایشون از پیش ما رفت. متاسفانه جسمش از پیش ما رفت و روحش شاد باشه. جناب ابراهیم نورانی بسیار شوخ بود، بسیار باوقار بود، بسیار مردم دوستش داشتن. در هر جا که من پا میذارم یا میگذاشتم، همیشه از من سوال میکردن که تو برادر ابراهیم نورانی هستی؟ میگفتم بله. بعضیا فکر میکردن که من فرزند ایشون هستم. و واقعا در زندگی بسیار بسیار راحت زندگی کرد و بسیار به مردم میرسید و مردم هم به اون خیلی ارادت داشتن و خدمت زیادی به یهودیت و فرهنگ ایران کرد. ایشون فرهنگی بود و هم درس فرهنگ ایران را میداد در ایران، هم درس یهودیت، تاریخ قوم یهود و تورات. به هر حال امیدوارم همیشه سلامتی، شادی در منزل همه شما و در همه جا باشه و صلح و صفا در همه جا به وجود بیاد. امروز دوست هم صحبت کنم در مورد اینکه تاریخ قوم یهود و همچنین در قسمت و یک راه در تورات مقدس می‌فرماید که روح انسان بعد از این که از این دنیا میره زنده خواهد موند. یعنی چی؟ یعنی روح زنده میمونه ولی جسم را خاک میکنن. در واقع اشخاصی که رحمت شدن روحشون زنده است و حتی
به طوری که گفته میشه، حتی اونها میفهمن که ما داریم چه کار میکنیم، چه جور عشقمونا به اونا میرسونیم. که البته در کلمی ها میگوین هشکاوا خوندن، یعنی در واقع روزه خوندن به زبان عربی یا فارسی. و این میگن که هر کی این کارا بکنه واسه مردش، 100% این عشق به او خواهد رسید. وقتی دست گلی روی کجا میگن روی قبر ایشون میبریم و زیارت میکنیم، این عشق به اون شخصی که فوت شده میرسه، میفهمه. پس ما چقدر خوبه که اشخاص که از پیش ما میرن، متاسفانه که بی موقع نباشه، همیشه این عشقا بهشون برسونیم، گل ببریم در آرامگاهشون، در زمین که فاتحه واسشون بخونیم که هشکابا میشه به زبان عبری، کلمی ها میگن هشکابا، و قدیش زدن تا یک سال و هر سال سر سالش قدیش میزنن. و این خودش بسیار بسیار از نظر انسانی و از نظر روحی برای خودمونم خیلی مهم هستش. در تاریخ قوم یهود نوشته مستقیماً که پادشاه اول اسرائیل شاول بود. شاول که پادشاه اسرائیل شد توسط خداوند وحی بهش رسید، شموئل که یک پیامبر بود، شموئل نبی، ایشون شاول را انتخاب کرد برای پادشاهی اسرائیل. و متاسفانه اون زمان همین فلسطینی ها که به نام فلسطین خوانده می شدن با اسرائیل همیشه دعوا داشتن. شاول سعی کرد که با فلسطینی ها را بیاد، ولی هیچ وقت اینها با هم نتونستن کنار بیان. و به یه زمانی رسید که فلسطینی ها اومدن و دوروبر اسرائیل را احاطه کردن و این شاول، پادشاه شاول، به قدری اون شب ناراحت بود که به یکی از وزراش گفت که اگر ممکنه یک نفر را پیدا کنید که بیاد برای من روح شموئل حناوی را، شموئل حناوی که پیغمبر بود، برای من احضار کنید. شموئل حناوی اون موقع دیگه رحمت شده بود. یکی از وزراش که وزرای خیلی سطح بالا بود گفت که تو دستور دادی که هر کی که روح احضار میکنه یا جادوگره همه را بکشن یا از کشور برن بیرون. چطور شده که حالا تو خودت میخوای همچی شخصی را پیدا کنی؟ مگه به این سادگی هاست؟ ولی شاول پادشاه بسیار اون شب ناراحت بوده و این وزیر میبینه که شاول خیلی ناراحته و این واقعا میخواد یکی بیاد و روح شموئل حناوی را برای ایشون به این دنیا بیاره که سوالاتی داره بکنه. این وزیر میگه که بله، من یک پیرزنی را میشناسم که در غاری رفته مخفی شده از ترس قانون تو. اگر به من قول بدی که به اون آزاری نمیرسونی و در ضمنم با من که میای من تا میبرم لباس پادشاهی نپوش، مثل یک شخص عادی که دوست صمیمی هستیم با هم میریم این خانم ما میبینیم و تو از من انتظار نداشته باش که تو را جلو بندازم، شما را جلو بندازم و یا اینکه هی به تو احترام بذارم. من میگم شما دوست منی که ایشون نترسه، اقلا کاری که میخوای واسه انجام بده. شاول قول میده و به صورت یک نفر عادی با این وزیر با هم میرن دم اون غار و حالا در میزنن، چه کار میکنن، پرده بوده، هرچی بوده، پیرزن را صدا میکنن. البته این وزیر که باش آشنا بوده به این پیرزن میگه دوست من میخواد که تو شموئل حناوی را برای من روحش را چکار کنه؟ احضار کنه.
این پیرزن که خب متخصص بوده در این کار میگه بیای تو و پذیرایی هم از اونا میکنه، اینا میشینن و بعد این پیرزن میپرسه میگه دوست تو چی لازم داره؟ ایشون بهش میگه که بله شمول حناوی که رحمت شده ایشون میخواد تو روحشا چیکار کنی؟ برگردونی ازش سوالایی داره، سوالایی بکنی و به شاول که دوست من هست، شاول نگفته که، به دوست من بگی که جریان چیه هر سوالی که میکنی. پیرزن میگه باش. میاد و روح شمول حناوی را این پیرزن ظاهر میکنه و بعد پیرزن وقتی که میبینه که این شمول حناوی روحش که ظاهر شده به پادشاه تعظیم میکنه، یعنی اونجا تعظیم میکنه، میفهمه که شاول پادشاه است، اون تعظیم میکنه. پیرزن تعجب میکنه، به این وزیره میگه که این دوست تو پادشاه، پس شما من نگفتی؟ وزیر میگه که خیال راحت باشه، پادشاه عزتت نمی کنه، هر صحبتی هم که حقیقته ازش سوال کن و به شاول حقیقت را بگو به پادشاه. قول داده به من که هیچ گونه آزاری به تو نمی رسونه، یعنی به پیرزنه آزاری نخواهد رسون. پیرزنه میگه خب سوال شاول پادشاه چی هستش؟ پادشاه شاول میگه که بپرس که آیا فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تو این جنگی که من میبینم خیلی خطرناکه، آیا ما پیروز میشیم یا نه؟ این پیرزن سوال میکنه از شمول حناوی، از روح شمول حناوی. شمول حناوی میگه که من فکر میکنم که فردا ساعت نمیم بود 12 یا برای زمان ظهر اینها حمله میکنن و شاول دستگیر میشه و دو پسرش کشته میشن و خودش هم کشته خواهد شد. و این وزیر خب اینا ترجمه میکنه واسه یعنی خب شاول اونجا حرف پیرزن رو میفهمه دیگه، که پیرزن از شاول پرسیده و بهش میگه فرداش در همون ساعتی که پیرزنه از این شمول حناوی پیغمبر سوال کرده بود، همون ساعت و همون روز که فردا بود اتفاق میفته و دو تا از پسرای شاول کشته میشن و خود شاول هم دستگیر میشه که دستور میده بکشنش. یعنی در اینجا صحبت من اینه که روح همیشه زنده است، روح نمیمیره. به هر حال امیدوارم همیشه سلامتی و شادی باشه در جامعه، صلح و آرامش باشه و ما باید سعی کنیم همیشه با حقیقت زندگی کنیم، همیشه به جامعه خدمت کنیم، فرهنگ ایران و فرهنگ یهود را تقویت کنیم و سعی کنیم فرزندان ما تاریخ قوم یهود و تاریخ ایران را قشنگ بخونن و هدفشون آدم کشی نباشه، بلکه با آرامش، با صلح، صفا همه با هم زندگی کنن. در اینجا چون باز هم من هنوز در فکر برادر بزرگم ابراهیم هستم و واقعا میسش میکنم، از شما اجازه میخوام که دستان تو این ترانه داریوش که به این قشنگی خونده را پخش کنن. لطفاً با ما باشید.
یادم چشمای تو پر درد و قصه بود قصه قربت تو قصه قصه یاد تو من جا بله، ما کلاسایی داریم که برقرار کلاسای تورات مقدس رو درس میدیم، تورات نقدوشا، کلاسای تفیلا، تاریخ قومی یهود و کلاسای زبان عبری و کلاسای فارسی برقرار هستش. برای ثبت نام میتونید با شماره تلفن 310-927-0526 با ما تماس بگیرید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و کلاس‌های ما ادامه داره. البته بعد از یوم کیپور و بعد از سوکا ما هنوز برنامه را شروع نکردیم، ولی انشالله هفته آینده مجدداً کلاس‌ها شروع میشه و برنامه تلویزیون ما روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به منزل شما میاد و بازپخش اونم بعضی از شبها ساعت 8 تا 9 شب هستش. امیدوارم که از برنامه های ما خوشتون بیاد و من امیدوارم که بتونیم برنامه ها را قویتر و قویتر کنیم. و در حال حاضر یه مقدار خوب غمگین هستم، من فکرم زیاد کار نمیکنه، ولی به هر حال انشالله امیدوارم که همیشه سلامتی باشه، شادی باشه و این جنگ میان کشور اسرائیل و حماس هم به شادی و خوشی با صلح و صفا تموم بشه که واقعا اعصاب همه ما را خرد کرده. به هر حال میدونم که غمگین زیاد هست این روزا، ولی باز هم به شادی برگردیم بهتره و امیدوارم خداوند قلب و دل همه ما را شاد بگردونه. شما را به یک ترانه عبری دعوت بکنم و بعدش هم برنامه از جناب دکتر موسی هیکلی که بسیار زیبا صحبت میکنن
و واقعا از جهان پزشکی که مدیریت جهان پزشکی ها ایشون دارن واقعا خیلی ماها از ایشون میآموزیم و لذت ببریم از صحبت های ایشون. در اینجا شما را به این ترانه دعوت بکنم، لطفا با ما باشید. Shabbatim, Yerushalayim, Adonai, Alleluia, Elohai, Tzion. Shabbatim, Yerushalayim, Adonai. Yerushalayim et Adonai, Alleluia, Elohai, Tzion. Shabbatim, Yerushalayim. Hey, say hi,
عزیزتون، تشکر از جناب هوشیار نجات و خانمشون و خانم مریم که همکاری میکنن با من و با تلویزیون شما و برنامه شما. این هفته تصمیم گرفتم درباره چند تا از بیمارانی که من در گذشته دیدم، البته قدیم دیدمشون و این مقدار آموزنده بود، باهاتون صحبت بکنم. البته امروز فکر می‌کنم فقط میتونیم درباره یکیشون صحبت کنیم و دو تاشون. اولین بیمارمون یه آقایی بودن که پسرشون آوردنشون پیش من که این بابام زده به سرش. گفتم که چی شده، داستان رو برای من تعریف کرد، گفت که ما رفته بودیم به یکی از کشورهای اسمشون رو نمیگم، اسم کشور رو نمیگم، خب شاید سلام نباشه، یک کشوری برای مسافرت، خودشون بودن با مامانشون و خواهرش و پدر حدود 68 ساله. میگه که ما رفتیم اونجا و عوض کردیم که بریم اسپا، اسپای اون کشور، بریم اینجا چجوریه. اولا که میگه وارد اسپا که شدیم به من و به پدرم و مادرم گفتن که کاملا لخ بشید که اینجا کسی نمیتونه لباس بپوشه اگه میخواد بیاین توی این اسپا. خب مامانه که یه مقدار خب مذهبی هستش گفت و نبا من حالا در این سن نیام اسپا، خیلی اشکالی پیش نمیاد. خواهرش هم همینجور، دختره خب 24-5 ساله بوده، شاید خجالت کشته، ولی بابایه و پسره دوتاشون لخ میشن و مثل بقیهی که در اسپا بودن مشغول میشن به گرفتن به اصطلاح ماساژ و نمیدونم ورزش و غیره. پسره وقتی که یه چند دقیقه میگذره میبینه بابایه داره حرفای عجیب غریب میزنه و همش صحبت اینو میکنه که خدایا من اومدم توی بهشت، عجب بهشتی اینجا، چقدر دخترها و خانمها و اینا همه لختی لختی هستن و غیره و جیغ و دادو که واقعا بهش یک حالتی شده بوده، یک موقعیتی بهش دست داده بوده که فکر کرده واقعا توی بهشته، چون خب هیچ وقت در کشور خودش، حالا بگذاریم کجا بوده اونم کاری ندارم، هیچ وقت آدم لخت و اینا رو تو اسپا یا تو خیابون یا این برانور نهیده. حالا بگذاریم که تو آمریکا جایی هستش که دم دریا همه لخت هستن، نیود بیچ مثلا فرض کنید، و این آقا فکر نمی کنم رفته بوده اونجا، ولی در این کشوری که رفته بودم برای مسافرت اونجا که میره بازم تکرار میکنم یه حالت سایکوزیز بهش دست میده، میزنه به سرش و فکر میکنه که واقعا در داخل بهشته و شروع میکنه به حرفای ناجور زدن و نادرست، همون که در حالتی که خودش هم کاملا لخت بوده، لخت مادرزاد و غیره. البته این چون اینجا خیلی شلوغ بلوغ میکنه بعد از یه مدتی بیرونش میکنن و میبرنش توی اتاق دیگه تا اینی که به خودش بیاد، که البته هیچ وقت به خودش هم نمیاد، تا موقعی که میان برمیگردن به آمریکا که این مریض رو میارم پیش من که این حالت سایکوزیز بهش داده بوده، هنوز فکر میکرد که هنوز در بهشت هستش و چرا پسرش این آقا رو از بهشت ورش داشته و آوردتش توی دوباره دنیای آمریکا. خدمت رو عرض شد که دلیلی که اینو من مطرح کردم این هستش که این موضوع برمیگرده به کلمه برین واش. اگر اطلاع داشته باشین یا مطالعه قبلا کرده باشین، بعضی موقع دیدیم که ما حرف میزنیم بگیم اون آقا رو برین واشش کردن یا اون خانمه رو برین واش کردن، این بچه رو برین واشش کردن. برین واش کردن یعنی اینی که به انگلیسی میگن حالت پرسوید، پرسوید یعنی متقاعد کردن، پرسویدش کرده، متقاعدش کرده که آقا مثلا اگر شما، من اینجا مذارم خواهد جناب ربای، اگر شما هر روز فرض بفرمایید که نماز بخونید روزی 3 بار یا 4 بار
روزه بگیرید و غیره، انشالله وقتی که فوت کردید بعد از 120 سال میبرن تون بهشت، و تو بهشت شما چیزایی که اینجا به دست نیاوردین توی عالم حاضر در اونجا همه رو میتونید داشته باشید و ازش میتونید استفاده بکنید. پس در این دنیا سعی کنید که همیشه آدم خوبی باشید، نماز و روزتون هم بخونید و غیره و غیره، و یه روزی میرید بهشت. که البته من مخالفتی در این ندارم کسی نماز بخونه یا روزه بگیره، چون هر دوتاش خیلی برای سلامتی شخص خیلی خیلی عالیه. ولی آیا که در آینده واقعا کسی این کارا رو بکنه و خصوصیات بد دیگه داشته باشه که زیر اون روزه گرفتن و نماز خوردنش به سر مردم بیاره، فکر نمی کنم که اگر بهشتی وجود داشته باشه اون شخص بره به بهشت. این اگه شما این برین واش رو روش مطالعه بکنین، معمولا داشتید این حالت موقعی به وجود میاد که کسی میخواد یک کسی رو برین واش بکنه که ازش سوء استفاده بکنه. مثلا فرض کنید که میان یکی برین واش میکنن، میگن که شما باگه بری این کارو بکنی اون کارو بکنی، البته اینجا دیگه نماز خوندن اینا نیستش، مثلا اگه بری دشمنتو بکشی یا بیای بری تو میدان جنگ بری جلوی صف بشی و کشته بشی، بری توی بهشت. اینم بهش میگن برنواش کردن. اون بدبخت بیچاره ای که به این موضوع بعد از مدت ها اعتقاد پیدا میکنه و میره در جنگ به قول خودمون فارسی ها شهید میشه و کشته میشه، این فکر میکنه که حالا تشریف میبرن به بهشت و در بهشت این چیزایی که این آقای محسن دیده بودن در بیداری باهاش مواجه میشن و خوبی های دیگه یا چیزهای دیگه که در بهشت وجود داره، که همچنین که همه هم میدونیم تا حالا کسی از بهشت بر نگشته که بگه که مثلا اونجا چطوریه چریفتیه و کیا اونجا هستن و غیره. من دلیلی که اینو مطرح کردم واقعا به خاطر این بودش که بعضی مواقع آدم ها هستن که برین واششون میکنن باز از طریق دیگه، مثلا دادن دارو، از طریق دارو دادن، از طریق هیپنوتیزم، که بازم اگه کسی بخواد هیپنوتیز بشه و هیپنوزیز بشه باید مورد به اصطلاح آمادگی هیپنوتیز داشته باشه، وگرنه نمیشه کسی رو هیپنوتیز کرد و به این حالت رسید. یکی از مواردی که باز داره من بهش هفته متوجه شدم، این دوتا دوست عزیزمون که تو راشا آقای پوتین و در اوکراین، این دوتا آدمی که در صدر مقام هستن، من نمیدونم که اینا چطوری برین واش شدن و خدایش و واقعا اینا چی میخوان که باعث میشن که این همه آدم کشته بشن برای اینی که خودشون به یه مقامی برسن. حالا اینا رو کی برین واش کرده که فکر میکنن که یه آدمی هستن برای خودشون و میتونن هر کاری که میخوان به روی مردم یک مملکتشون و به روی مردمی که بازم از جنس خودشون هستن همه راشن هستن، حالا یکی تو قسمت فرض بفرمایید که جنوب، یکی تو قسمت شمال هستش، اینا همش میخوان با هم جنگ کنن و هم دیگر رو بکشن تا اینکه یه روزی یکیشون آیا ببره یا نبره و غیره. و حالا هم که فرض کن که بردن، جنگ رو بردن، بعد از این همی که آدم ها رو کشتن چی میشه؟ و اینها مقدار زیادی از سربازایی که به خصوص از نظر قسمتی که از راشن میان، اینا رو همه رو بدبخت ها رو برین باش میکنن و میفرستن تو میدون جنگ اون قسمت جلو، و این بدبخت ها که هیچی به جز این که مجبورن گوش بکنن حرفی که بهشون فرمانده میده، میرن و دیگران رو که همون از خودشون هستن، خود انسانی هستن که منتها
در یک جای دیگه از راشا زندگی میکنن، اینا رو میکشن برای اینکه بتونن ثابت بکنن که جناب آقای پوتین و غیره اینها میتونن موفق بشن و هر چی که دلشون میخواد انجام بدن. خدمتتون عرض شود که این در مورد برین واش کردن و متقاعد کردن مردم که باعث میشه که چه اتفاقایی بیفته، و حتی این آقای مسن نمونم که رفته توی اسپایی که همه لخ بودن دچار حالت سایکوزیز میشه. این در مورد این مطلب. بیان برمیگردیم به قسمت دیگه، امروز با یک کیس دیگه من صحبت نمی کنم، یه صحبتی می کنم در مورد اگر بدونین چپ و راست شما میبینین که جدیدن میشنوید که پانکراتیک کانسر، کانسر پانکراس که در حقیقت خیلی داره یواش یواش اینجا شایع میشه، یعنی تشخیصاش داده میشه، و اخیرا یکی از مریضای خیلی خوبه من که هم فامیل دورمون هستن هم مریض هستن، جدیدن شوهرشون از دست دادن که متاسفانه به خاطر پانکراتیک کانسر بود، و یکی از دکترای خیلی خوبمون هم که کیموتراپیست هستن حدود یک سال و نیم رویشون کار کردن و فاینالی ایشون فوت کردن. این آقا مالتی میلیونر بودن و جدیدن با یه خانم ایرانی، خودشون آمریکایی بودن، با یه خانم ایرانی ازدواج کردن که این خانم هم خیلی خانم نایس خوبی هست، و متاسفانه بعد از اینکه 55 سال ازدواج نکرده بودن وقتی ازدواج کردن، بعد از مدت خیلی کوتاهی حدود 6 ماه متوجه شدن که شوهرشون دچار پانکراتیس کانسر هستش. بخشین پانکراتیس کانسر رو که تشخیص دادن، البته خود میدونیم که دیگه درمان کیموتراپی هستش، درمان رادیشن تراپی هستش و غیره، و با توجه به اینکه این همه هم آقای دکتر خیلی معروف خودمون که ایرانی هستن، ایشون روی مریض کار کردن، این مریض حدود 4 هفته پیش فوت کردن. دلیلی که این کیس این پانکراتیک کانسر رو من امروز مطرح کردم اینه که خیلی از چیزها رو میشه جلوگیری کرد. البته پانکراتیک کانسر متاسفانه برعکس کرون کانسر که با اسکرینینگ یعنی کرونوسکوپی یا سرطان پستان که با انجام ماموگرافی یا ماموگرام تشخیص میشه، تشخیص داده میشه، متاسفانه پانکراتیک کانسر خیلی میس میشه. من خودم دادم که حدود 7 سال پیش خودم هم یکشو میس کردم که البته سریعا تشخیص داده شد، خانمی که اومد و کمرش درد میکرد، فکر کردم که دیسک کمر داره و از دیسک کمرشون هستش. هر درمانی کردیم بعد از یه چند هفته درمان جواب نداد، یه امارای ابدومین که کردیم دیدیم که ایشون پانکراتشون بزرگ هستش و توش یه تومور هست. علتی که باعث پانکراتیک کانسر میشه یا که ژنتیک هستش، متاسفانه یک حالت ژنتیک یا ارثی وجود داره، متاسفانه کانسر توی کسایی که در فامیلشون کانسر هست بیشتر دیده میشه. دوم کسایی که به اصطلاح اسموک میکنن با مواد که بی ریه ها رو و کارسینوجنیک هستن، هم به ریه ها صدمه میزنن هم به غدد داخلی بدن، مثل اسموکینگ میتونه این کارو بکنه. به همین جهت خیلی توصیه میکنم که کسی سیگار میکشه به خصوص، خواهش میکنم اینو بذارنش کنار، به خاطر اینکه دیر یا زود یا کانسر ریه میاد سراغشون یا کانسر پانکراس یا غیره. از علل دیگه که باعث میشه که پانکراتیک کانسر به وجود بیاد، چاقی فراوان و چاق شدن خیلی زیاد و خوردن گوشت رد میت و خوردن غذایی که توش به اصطلاح کربوهیدرات زیاد هستش، و کربوهیدرات زیاد هم خوب نیست،
ما میدونیم که الان بیشتر نوشابه ها رو به وسیله این شکرهای مصنوعی شیرینش میکنن، اونا هم برای کانسر بلادر خوب نیستش، یعنی برای بلادر آدم میتونه ایجاد بلادر کانسر کنه، هم میتونه اثر بذاره برای پنکراتی کانسر. خدمتتون عرض شود که استرس فراوان که مشاهده همه ما از خود من گرفته تا هر ایرانی که من میشنستم، به خاطره که اینجا استرس واقعا خودش اصلا تمام اطراف ما رو گرفته، از صبح که آرام میشیم تا آخری شب استرس از پا درمون میاره و نه تفریح میکنیم، نه ورزش میکنیم، نه غیره. این باعث میشه که باز بدن آدم خیلی حساس بشه، مساعد بشه به گرفتن کانسر. یکی از کارهایی که ما باید حتما بکنیم، اگر کسی دچار کمردرد شد، باید حتما حتما فقط به کمرش فکر نکنه که بره عکس کمر بگیره و فیزیوتراپی کنه. ناحیه پشت قفسه سینه نه، یک کمی پایین تر درد اگه هستش بخشی نمیز من صدام گرفته، اگه دردی هست حتما باید شما برای پنکراتیک کانسر چک بکنید. بعضی موقع از آزمش کردن ادرار، که ادرار به خاطر اینکه سفید میشه و مدفوع در حقیقت، یا حالا چون دیگه وقتی که پنکراتیک کانسر داریم ممکنه یرقای کسی بگیره و چشمش زرد بشه، یا که ادرارش رنگش پررنگ بشه یا مدفوع سفید بشه، این هم یکی دیگه از علائم پنکراتیک کانسر هستش که باید تشخیص داده بشه هرچی فرمون. من یکی از دوستای خیلی خوبم که پزشک هستن میدونم که پنکراتیک کانسر داشتن، خودشون درمان کردن و الان خودشون دارن به خیلی کمک میکنن. البته ایشون تشریف برده بودن اسرائیل و اونجا درمان کردن. ما تو خود آمریکا تو لس آنجلس دو تا دکتر خیلی عالی داریم که اینا تو قسمت کانسر واقعا درجه اول هستن و امیدوارم کسی دچار کانسر نشه. ولی من فکر میکنم تا اونجا که میتونیم با خود دکترهای ایرانی خودمون نصف برین کانسالت بکنین، چون هم آسان‌تره، میتونین باهاشون صحبت بکنین. خدا نکنه اگه کسی ناراحتی داره، باید حتما با یه ایرانی صحبت کنین بتونه ناراحتیشو قشنگ بگه. و حتما حتما باز ریکامند میکنم که همه افراد کرونوسکوپی و ماموگرافیشون رو، خانم ها و آقایون و خانم ها کرونوسکوپیشون رو حتما هر 3 یا 4 سال انجام بدن. یادتون باشه که با اینکه پنکراتیک کانسر یک کانسر خیلی بدی هستش، بازم اگه زود تشخیص داده بشه درمانش خیلی سخت نیستش. این هم در مورد پنکراتیک کانسر. و مثل دفعه قبل باز خیلی به اصطلاح تأکید، ببخشید این کلمات من یادم میاد، تأکید میکنم روی بچه هاتون که مواظب باشین، یا خودتون روی دواهای نارکوتیک احتیاط پیدا نکنین، روی دواهای ترانکولایزر مثل زنکس و هتیوان و یا دواهایی که برای تمرکز فکری هست مثل ادرال مواظب باشین که احتیاط پیدا نکنین، از دواهایی که تو خیابون هست استفاده نکنین، نخرین، چون بعضیشون خیلی خیلی دواهای ناجوره و میکس میشه با دواهای دیگه ای که با مواد دیگه ای که میتونه برای بدن مضر باشه و بعضی موقع باعث فوت افراد میشه. خدمتتون عرض شود که تقریبا من حرفام تمام شد. امیدوارم که شنبه یک شنبه خوبی داشته باشین. مثل همیشه امروز نیست که جمعه هستش. شبات شلوم برای همه یهودیان آمریکا و همینطور برای یهودیان ایرانی در ایران، و فرق نمیکنه، بازم شبات شلوم برای تمام بقیه دنیا، حالا دینشون هرچی از کلیمی یا مسلمان یا بهایی یا زرتشتی. ان شاءالله که هفته خوبی همه داشته باشیم.
و هیچ وقت دچار ناراحتی هایی که من امروز گفتم توی هیچ کدوم از خانوادهمون نباشه، برای که واقعا زجرآوره. این خانمی که من درباره صحبت کردم، من شاهد بودم که چقدر صبح تا شب این دنبال این آقا رفت و اومد و دکتر بردش و کیموتراپی کرد و غیره و غیره و غیره، و آخرش هم که این آقا جونش رو داد و فوت کرد متاسفانه. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین جناب ربای، متشکرم. شب شما هفته خوبی داشته باشید. خیلی ممنونم، شب باد شالوم. ممنون از صحبت های زیبای شما. تانکیو. خواهش میکنم، قربان شما. اوکی، تمام. جایی بسوزد این دلم چو شمع تا سحر از این جدایی، دلم گرفته از هوای بی کسی به من نگارا، تو آمدی و با خودت رو بودی قرار ما را، به من کنارم که بیقرارم در این شبانه، ببین شکستم به گل نشستم در این زمانه، بیقرار تو هم به خواب هر شبم در کنار تو هم، چه عاشقانه در انتظار تو هم، بیا به من کنارم شبم در کنار تو، جاشقانه در انتظار تو، یا به من کنار